سلام، در فراخبر امشب در این باره بحث خواهیم کرد. امروز برای نخستین بار نشست شورای رهبری مصالحه از بهره گزینش اعضای هیئت گفتگو کننده صلح حکومت و فیصله درباره چگونگی شرکت نمایندگان حکومت در نشست قطر برگزار شد. سخنگوی این شورا گفته که هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان در نشست قطر شرکت خواهد کرد و اکنون درباره ترکیب این هیئت رایزنی می شود. در همین حال منابع بتلو نیوز می گویند که حکومت فهرست نام های هیئت گفتگو کننده 22 نفری را آماده ساخته و پس از رایزنی با شورای رهبری مصالحه این فهرست نهایی خواهد شد. نشست شورای رهبری مصالحه از بهره گزینش اعضای هیئت گفتگو کننده صلح حکومت و فیصله درباره چگونگی شرکت نمایندگان حکومت در نشست صلح در قطر برگزار شد. سخنگوی این شورا میگوید که هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان در نشست قطر شرکت خواهد کرد و کنون درباره ترکیب این هیئت رایزنی میشود. وضاحتی داده شد که در گرد همایی قطر مذاکره نمی باشد، بلکه تبادل نظر می باشد بین جوانب مختلف که وجه اشتراک دارند. در همین حال محمد عمر داوودزی شورای رهبری مصالحه را یک پدیده نو در کار گفتگوهای صلح می‌داند و خوشبین است که این کار بر موقف طالبان درباره گفتگو با حکومت افغانستان اثر داشته باشد. از سوی هم منابع به ترو نیوز گفتند که حکومت فهرست نامهای هیئت گفتگو کننده 22 نفری را آماده ساخته و پس از رایزنی با شورای رهبری مصالحه این فهرست نهایی خواهد شد. بیننده های گرامی، برای بعض در این باره آقایان عبدالله قرلق عضو هیئت گفتگو کننده حکومت و دکتر عبدالقیوم سجادی نماینده مردم در مجلس و استاد دانشگاه در استدیو حضور دارند و پسانتر آقای محمد اسماعیل خان عضو رهبری جمعیت اسلامی هم در برنامه با ما خواهند پیوست. مهمانان گرامی، با بحث خوش آمدید. سجادی صاحب، با شما میخوایم آغاز بکنم. بحث پس از حضور دوباره آقای خلیلزاد در کابل، بحث ها درباره صلح و چگونگی برخورد با این پدیده و با این روند تغییر کرده. ظاهرا حکومت هم تغییر آورده در ترکیب هیئت گفتگو کنندش. بخوایم از شما بیشتر توضیح داشته باشم، میکانیزم انتخاب اعضای هیئت چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما بینندگان محترم. اول خوب به هر حال اقدامات اخیر حکومت را ما یک اقدام نیک و متاسفانه دیر هنگام میدانم، علی رغم تاکیداتی که در طی مدت از سوی نهادهای مدنی و شخصیت‌های سیاسی و احزاب روی برنامه ریزی جدی و ایجاد یک تیم مورد توافق تمام جناح‌ها به صورت فراگیر صورت گرفت، متاسفانه اقدام حکومت بسیار با تأخیر بود، در حالی که در چنین موضوعاتی ایجاب میکنه که از زمان و از فرصتها بسیار به شایستگی و خوبی استفاده صورت بگیره. همطوری که شما میدانید، به هر حال ایجاد یک کمیته تصمیم گیری در ارتباط با بحث پروسه صلح متشکل از رهبران سیاسی طبعا یک قدم مؤثر میتونه باشه و کمک خواهد کرد برای به وجود آمدن وفاق سیاسی و شکل گیری نقطه نظر مشترک در ارتباط با مذاکرات صلح، اجندا و پیشبرد مذاکرات و گفتگوها. حال گفته میشه که در ترکیب هیئت گفتگو کننده حکومت تغییر آمده. چگونه این تغییر به بیان آورده شده؟ 22 نفر ظاهرا معرفی شدن، اعضا کامل به همه شمول است. خب طبعا در آغاز این مرحله وقتی حکومت لیست 12 نفره را معرفی کرد، متاسفانه با برخی از انتقادات و اعتراضات قضیه روبرو گردید و طبعا همیشه در مورد ترکیب اما و اگرهای وجود داره، دیدگاه های متفاوتی وجود داره. هر روز هم من فکر میکنم که این بار لیستی که ارائه شده، اگر از تفاوت سلیقه ها و موضع گیری های سیاسی بگذاریم، در کلیت یک لیست نسبتا موجه و قابل قبول میتونه باشه.
تشکر. قلق صاحب بسیار کوتاه بفرمایید، بس تغییر در اعضای هیئت گفتگوکننده صلح حکومت در این فهرست، نقش زنان بسیار کم رنگ است، دلیل چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست سلام خدمت بینندگان عزیز و همکاران شما جناب استاد. ما فکر میکنم با تایید حرفای کساد اشاره کردن در رابطه با این موضوع، نظر به کمیت تعدادی که را که شورای عالی رهبری مصالحه تعیین کردن، تعدادی که هنوز هم وجود دارد در لیست، ما فکر میکنم که فقط میکنه نقششان نفس موجودیت از این که اگر دو تن است یا سه تن است، ما خود از نمایندگی میکنه از تمام زنا، اما با این معنا نیست که حتما خامخا ما بخی مناسفه را ما در نظر بگیریم که اگر ده نفر از طبقه ذکور اگر بود، حتما ده نفر از طبقه ایناس باید بوده باشه. چرا ما نفس از این که خود از این که چون این بر اساس چون خو تنها بر اساس یعنی تصمیم یک شخص دو شخصی گرفته نشده، حتما در اینجا شورای رهبری مصالحه رقمی که شما در جریان هستین تشکیل شد و تعیین شد، همه شخصیت ها و چهره های سیاسی در این شورای عالی حضور خود داشتن. حالا بیشترین نگرانی را بانوان کشور دارند درباره گفتگوهای سال، دو تن یا سه تن میتونن تمامی نگرانی ها را از میان بردارن؟ من فکر میکنم تنها دفاع یا دادخواهی از حقوق زنای از اردشایی که در طول 18 یا 10 سال طول حکومت های گذشته که صورت گرفت، تنها مدافع از خاص طبقه زنان نمی باشه که اینا دفاع بکنه ولی دیگران سکوت داشته باشن. این را میتونه که به حساب مردا هم به حساب دفاع بکنه و از ارزش ها و از حقوقی که به دست آمده به خصوص خانم ها و زنان. این تنها حقی به حساب مشخصی به حساب خانم ها نیست که اینا دفاع بکنه ولی دیگران خاموش باشه و از حقوق از او بگذره. تشکر. و صدای شما میخوام دیدتون رو کوتاه داشته باشم. اختلاف هایی که درباره ترکیب اعضای هیئت گفتگو کننده حکومت وجود داشت در میان سران سیاسی و احزاب سیاسی و شهروندان، این اختلاف ها از میان برداشته شدن اکنون؟ ببینید، دو تا مسئله رو ما باید توجه بکنیم. وقتی نگاه حزبی و سیاسی باشه، در مورد هر لیستی اما و اگر وجود خواهد داشت، اما اگر نگاه فراگیر ملی باشه، طبعا در اونجا توانمندی افراد و وزنه سیاسی افراد بیشترین معیار باید برای داوری و قضاوت باشه. همطور که عرض کردم، هر لیستی به هر حال نواقص خود داره، اما و اگر درش هست، از منظر سیاسی، از منظر ساختار اجتماعی و قومی جامعه افغانستان، از منظر جنسیتی که شما اشاره کردید، اما در کلیت به نظر من آن چیزی که اهمیت دارد اون دیدگاه مشترک یا وفاق سیاسی است که این تم مذاکره کننده قرار است او را منتقل کنه و روی میز مذاکره با جانب مقابل بگذاره. چیزی که ما در گذشته نداشتیم و از اون ناحیه صدمه دیدیم، نبود وفاق سیاسی در بین نخبگان سیاسی به عنوان طرح ملی مردم افغانستان بود. ای اگر با وجود بیایم، فکر کنم که انشاءالله نواقصی دیگه قابل حل خواهد. تشکر. و قرلوخ سه پیش از این طالبا گفته بودن که با یک هیئت مطلق حکومتی حاضر به گفتگو نیستن. ترکیب تازه و تغییراتی که در ترکیب هیئت به میان آمده، این مشکل را از میان برداشته؟ بله، دقیقا که رقمی که شما در لیست حتما نظر اندازی کردین، ملاحظه کردین، در گذشته خو تنها گفتگو کننده قرار به این بود که بعد تیم حکومتی بعد وارد گفتگو مذاکره با جانب طالبا شوه، اما در اینجا از آدرس افغانستان، از آدرس افغان ها، یعنی هیئت افغانی گفتگو کننده میخواهد که اینا داخل مذاکره گفتگو با سران طالبا شوه. در این طبیعی است که در اینجا نمایندگان با صلاحیت حکومت هم هستن، شخصیت های سیاسی هم در اینجا هستن. به او خاطر من فکر میکنم یک لیست است که هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت دارای صلاحیت هستن، دارای ازی هستن که بتونه حداقل او آرزوهایی که فرد مردم افغانستان در قبال آینده و زندگی خود می داشته باشه، اینا بتونن یک قدم مثبت را، امیدوارش هم هستیم که اینا بردارن. تشکر آقای سجادی و آقای قرلوق از حضورتان در برنامه. و بیننده های گرامی، پس از میان برنامه آقای اسماعیل خان در بحث با ما خواهد بود.
در ادامه فراخبر آقای محمد اسماعیل خان عضو رهبری جمعیت اسلامی در بس با ما پیوستن. آقای اسماعیل خان به بس خوش آمدین. در باره دیدار دیروز که با نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و سران سیاسی و رهبران و حکومت وجود داشت و برگزار شد، جزئیات به دست دارین چه بوده؟ در چه باره گفتگو شده؟ بله، سلام علیکم و رحمت الله. تشکر از لطف شما و تشکر بعد شما و همکارای تکنیکی شما و سلام بر همه بینندگان محترم که امکنون تلویزیون در تلویزیون شما مصاحبه ما و شما رو میبینن. سلام بر همه افغان ها و کسانی که بیرون از افغانستان بیننده هستند. صحبت هایی که در این روزها صورت گرفته، شما میفهمید که خلیزاد واقعا با دنیای سایی صدر و با پشتکار بسیار بزرگی در مدت چندین ماه در نقاط مختلف از کشورهای زیردخل در امور مسئله صلح افغانستان مذاکراتی داشتند که خوشبختانه به نتایج رسیدن، که امیدواریم که انشاءالله پروسه صلح ما در آینده نزدیک به یک هیئت رهبری بین الافغانی با جناح طالبان شاهد باشیم، که امیدواریم که بتانیم در این هیئت افغانی که بین الافغانی که مذاکرات شروع میشه به نتایج مثبت برسیم که مردم افغانستان منتظر شنیدن او حرفا هستند. آقای غنی رئیس جمهور کشور با شرکت هیئت گفتگو کننده حکومت در نشست قطر دیگر مخالفت نداره. چه چیز باعث این تغییر در دیدگاه آقای غنی درباره نشست قطر شده؟ خب همه ما میدانیم که شرایط کاملا آماده شده برای یک آمادن انشاءالله به امید پروردگار به یک صلح دائمی و ثبات دائمی در افغانستان. تمام کشورهای زیردخل در منطقه و جهان و همسایه ها و در عین زمان مردم افغانستان که همه از طریق رسانه ها، از طریق اخبار و در اجتماعات همه خواهان آوردن صلح هستند و در عین زمان یک کنفرانسی که در مسکو بین یک تعداد از شخصیت های سیاسی افغانستان و طالبان صورت گرفت، نشانده ایده ای بود که خب علاقه مندی ها و زمینی گفتگوها و باب مذاکره برای این گفتگوها باز شد و اینا خوشی های را نشان داد که جناب دکتر صاحب غنی هم متوجه شد که براخره ما غیر از آوردن پروسه صلح و ختم جنگ در افغانستان دیگر راهی وجود ندارد، چون همه ما به نتیجه رسیدیم که جنگ بیش از 25 سال با طالب جز به ایرانی و کشتار زیاد از مردم دیگر چیز نتیجه به بار نورد و نتیجه به این رسیدن که امروز بخصوص همکارای بین المللی همه متفق القول به این شدن که باید که در پروسه صلح همکاری بکنن تا باشه که این جنگ ختم بشه و سرانجام افغانستان به یک صلح و ثبات دائمی برسه. تشکر. در نشست قطر هیئت حکومت هم شرکت میکنه اما به گفتگو نخواهد کرد، تنها بس به تبادل نظر محدود خواهد بود. این هیئت جدای هیئت سیاستگران و سران سیاسی در قطر شرکت میکنه و یا در ترکیب این هیئت؟ ما امیدواریم که در این بار هیئت حکومت با سیاسیون افغانستان مثل که در دور قبلی در مسکو صورت گرفت، با وجود که دولت در او مستقیم شرکت نداشت اما اعضای پارلمان و با بلند بودن پرچم جمهوری اسلامی افغانستان در او کنفرانس نشانده ای بود که با او مخالفت جدی صورت نگرفت. ما امیدواریم که در این بار که یک هیئت قویتر و در عین زمان با مشوری دولت یک جا سیاسیون و دولت در این شرکت خواهد کرد، ما امیدواریم که باب مذاکره مستقیم بین این هیئت با طالبا شروع بشه که سرآغاز باشه برای گفتگوهایی که برای رسیدن نتایج مثبت برای ختم جنگ. حال آقای اسماعیل خان، نمایندگان احزاب و سران سیاسی در نشست هفته آینده در قطر با طالبان درباره کدام مسائل احتمالاً بحث میکنند؟ خب در دور قبلی شما شاهد بودیم که یک قطعنامه در اونجا صادر شد
که روز خیلی بعد مواد به نتایج به ما به نتیجه رسیدیم که احتمال ازو در قبل از شروع جلسه به نظر اکثرا ناممکن بود. ما امیدواریم که این بار ما روی مسائل مهمتره که مسئله آتش بس است، به نتیجه نو آوردن حکمت است و سر ازیا و اصول یک جا شدن به صلاح طالب با خود حکمت به اینا چی رقم نو حکمت تشکیل خواهد شد. امیدواریم که سر بس موضوع مهم دیگه صحبت صورت بگیره. آقای اسماعیل خان، ایجاد شورای عالی مصالحه که به تازگی ای کار شده، گفته میشه به هدف ایجاد یک موضع واحد و مشترک از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان بوده. حال دیدگاه ها و موقف احزاب، جریان های سیاسی، سیاستگران و حکومت در باب صلح و گفتگو با طالبان واحد شده. ما امیدواریم که در این بار سیاسیون و دولت مجموعا روی یک اجندای مشترک که او موضوع اساسی و اصلی رسیدن به یک صلح و ثبات دائمی هست، ما مشترکاً موضع گیری بکنیم و هیچ کدام اجندای جداگانی سیاسیون یا اعضای حکومت نداشته باشه. و درباره صلاحیت ها و محدودیت هایی که هیئت گفتگو کننده حکومت با طالبان دارن، گفته شده تا روز چهار شنبه همین هفته لایحه در باره ایجاد خواهد شد. کیها درباره این محدودیت ها و صلاحیت ها رایزنی بکنن؟ هنوز هم یک هیئت که تعیین نشده که او هیئت برای او صلاحیت داده شده باشد. طبیعتاً روی اصل وجود آمادن هیئت و تشکیل هیئت و صلاحیت ها و مسئولیت ها بعداً اونها تصمیم گرفته خواهد شد که هنوز پیش از وقت است که ما سر از او گپ بزنیم. آقای اسماعیل خان، امروز یک فهرست تازه از هیئتی که حکومت ساخته بود در ترکیبش تغییر آمده، از 12 نفر به حدود 22 نفر افزایش یافته به دست تولو نیوز رسیده. این هیئت گفتگو کننده نیست؟ نه خیر، این هیئت گفتگو کننده نیست. ما فکر میکنم که دولت با سیاسیون در حال مشوره و ترکیب هیئت هستند که بعداً شاید او را به اعلان بکنند. حال درباره موقف و موضع طالبان در کار گفتگوهای سال، شک و تردید وجود داره؟ نیاز است تا موقف طالبان و موضع طالبان در گفتگوهای سال روشن تر شود؟ خب طبیعتاً هر طرف مذاکره کننده میخواهد که در این پروسه چنزدنی های زیادی خواهد داشت تا موضع گیری های جدی خواهد کرد تا به نتایج مطلوب خود برسند. خب او حرفای بعدی است که تا زمانی که هیئت با همدیگر روبروی، هیئت گفتگو کننده از طرف دولت و سیاسیون تشکیل بشه و او وقت زمان خواهد بود که و نظریات و پیشنهادات طالبان را بشنوند، او زمان آدم میتونه که بگه که طالبان رای روی چی موضوعات بیشتر اونها رایزنی خواهد کردن و پافشاری خواهد کردن. اما طبیعتا موضع گیری دولت و سیاسیون مشترکاً یک جا خواهد بود که بود چیزا و نقاط اساسی خواهد بود که بعداً از طرف دولت و سیاسیون تعیین خواهد شد. و درباره هیئت که شما ازش سخن گفتین که بالاخره در نتیجه رایزنی ها فهرستش نهایی خواهد شد، این هیئت قابل پذیرش طالبان خواهد بود و از موضع کنونیشان طالبان در باب گفتگو با حکومت عقب نشینی خواهند کرد؟ خود طبیعتاً در این رابطه حتما گفتگوهای صورت خواهد گرفت تا به نتیجه یک هیئت مذاکره کننده بین الافغانی به وجود بیاید. پیش از این نمیتونه آدم بگویه که آیا اونا قناعت خواهد کردن یا دولت قناعت خواهد کرد. این بسر رایزنی ها و گفتگوهای بین هم دو طرف صورت خواهد گرفت که تا بالاخره یک هیئت طرف قناعت هر دو طرف تشکیل بشه که تا روی اصل موازی صلح صحبت بکنن. و پس از اینکه هیئت به طرف حکومت افغانستان و این طرف قضیه
تکمیل شد. شما با هیئت کنونی که از جانب طالبان گفتگو میکنن حاضر به گفتگو هستین و یا نیاز است تا در ترکیب هیئت گفتگو کننده طالبان هم تغییرات به میان بیاید؟ ما با هیئت گفتگو کننده طالبان چی نداریم، مخالفت نداریم. دفعه قبلی هم که من شخصا به کنفرانس شرکت داشتم، آدم های مطلوبی بودن که واقعا تانستیم گفتگو رو به وجه احسن ادامه بدیم و بیا قطعنامی مثبت هم برسیم. من یقین دارم که این بار هم انشالله کسایی تعیین خواهد شد که دو طرف مذاکره بتانن در افهام و تفهیم به نتایج مثبت برسن. درباره نقش پاکستان که آقای خلیلزاد تازه از اسلام آباد به کابل برگشته، در روند صلح افغانستان چقدر این نقش صادقانه است و نیاز به بیشتر شدن همکاری های پاکستان در باب صلح افغانستان وجود داره؟ همه ما میفهمیم که تنش افغانستان و پاکستان بیش از 90 سال است که از جدا شدن پاکستان از هند و وجود آمدن خط دوران در بین افغانستان و پاکستان و در اواخر با آمدن در با انقلاب که صورت گرفت و سربازگیری پاکستان از مهاجرین افغانستان و تشکیل جبهه به در سالهای 1371 و 72 و 73 به نام طالبا و شروع جنگ در اون زمان تا اکنون که حدودا 25 سال است، یک لشکر بسیار بزرگ ایاشه تجهیز و اکمال کردن امکانات نظامی، این یک چیز به یک هزینه بسیار بسیار بزرگ در طول 25 سال پرداختن. طبیعتا اونا روزوی رسیدن بو و چیزهایی دارن که سر از تلاشای در طول اقدر مدت ها صورت گرفته. طبیعتا در این رابطه آدم نمیتونه بگوید که کاملا پاکستان 100% موافقه خواهد کرد که بدون چون و چرا طالبا را به میز مذاکره بشاند و هم و پروسی سال مطابق به میل همه افغانها به وجود بیاید. طبیعتا اونا تلاشای به منافع خود خواهد کردن که ما امیدواریم که جامعه جهانی به خصوص شخص خلیلزاد که تلاشای بسیار زیاد در طول مدت چندین ماه کرده و در عین زمان مساعد شدن زمینی گفتگو و در عین زمان همسایه ها و جامعه جهانی و منطقه همه برای رسیدن به پروسه صلح تلاش دارم. امیدوارم که اینها بتانند که اینها همه سر پاکستان تأثیر مثبتی داشته باشه تا پاکستان بیشتر از منافع شخصی بگذره و بگذاره که تا این پروسه صلح افغانی صورت بگیره و افغانها به یک ختم جنگی برسن که در او صلح پایدار در آینده منتظر باشه. تشکر بسیار کوتاه آقای اسماعیل خان، فرصت اندک است. صلح که احتمالاً با پادرمیانی پاکستان، کشورهای منطقه و فرا منطقه و تلاش‌های خلیلزاد و حکومت افغانستان در راه است، چقدر یک صلح مطمئن خواهد بود؟ ما میدانیم که در متاسفانه در موضوع فعلی افغانستان همه کشورهای جهان از اروپا، آسیا و عملاً حضور عسکرای استرالیا، همسایه‌ها، منطقه مجموعاً متاسفانه که در مسائل فعلی افغانستان در این جنگ به نحوی دخیل شدند. تشکر آقای اسماعیل خان از حضورتان در برنامه و تشکر از بیننده های گرامی هم که بحث ما را تاکنون دنبال کردند. وقت بخیر.